با بیش از 5000 سال کهن‌ترین ساز ایرانی به شمار میاد. این ساز آثار و رد و پاشو میشه از روی آثار نقاشی، سنگ نوشته ها و آثار حجاری قدیمی کاملا رد و پاشو پیدا کرد و همینطور در متون قدیمی پیش از اسلام و باستان ایران، و تنها سازیه که به عنوان ساز مذهبی در ایران شناخته میشه. ما سه گونه تنبور داشتیم: تنبور خراسانی، تنبور شیروانی و تنبور تیسفونی. تنبوری که امروزه مورد نظر ما هستش به این شکل و شمایلی که الان میبینی تنبور تیسفونی است که در دامنه کوههای زاگرس و مردمانی که در دامنه کوههای زاگرس هستن و مشغول به زندگی، این ساز جزء سازهای اصلی این منطقه به شمار میاد. دو حوزه رواج داره تنبور در منطقه کرمانشاهان و گرگستان، منطقه گوران و منطقه صحنه، که در نوع و شکل نواختن این دو منطقه و این دو حوزه رواج کاملا دو شکل متفاوت دارن، ولی در کل رپرتوارها و مقامها یکسانه. حالا بعضی از مقامات و بعضی از قطعات قدیمی با روایات مختلفی در این دو منطقه گفته شده و نواخته شده. قدیمی ترین شکل تنبور و قدیمی ترین فرم تنبور، تنبور کاسه یک تیکه و یک پارچه است. به این شکل کاملا کاسه یک پارچه و یک تیکه داشته تنبور، و این شکل کاملا شکل سنتی و شکل قدیمی تنبوره که بعدها حالا بیشتر در منطقه صحنه تنبورهای کاسه ترکه‌ای یا اصطلاحاً چمنی ساخته شده که تا امروز هم هست. حالا این دو فرم به صورت متمرکز میگم در هر دو منطقه ساخته میشه، ولی شکل کاملا سنتی تنبور کاملا یک پارچه و یک تیکه است. خب پس تنبور تشکیل شده از یک کاسه یک پارچه و یک تیکه، معمولا از چوب درخت توته. همینطور صفحه‌ای که روی اون کاسه قرار میگیره باز از چوب توت، دسته بلندی داره تنبور، اصطلاحا حالا میگن کاسه گلابی شکل و دسته بلند، که این دسته از چوب گردو معمولا ساخته میشه. بعد از ابتدا بخوام معرفی کنم، تنبور ابتدا دو سیم داشته که از سال 1330 به این طرف یه سیم دیگه اضافه میشه به سیم پایینی تنبور که دوبل میشن. خب سه تا گوشواره داره برای گرفتن کوک و نگه داشتن سیما. در بالا شیطانک که از جنس استخوانه و 14 تا دستان یا پرده داره، که باز تنبورهای قدیم و تو بعضی از مناطق این 14 تا دستان 13 تا دستانن. حالا به صفه و خرک بزرگ یا همون خرک برای منتقل کردن ارتعاش سیم به کاسه، و در نهایت سیمگیر در انتهای کاسه برای نگه داشتن سیم.